با تویست داغم کن خیلی از جوانها رو داغ کرد. خیلی ها با داستانهاش عاشق شدن، اشک ریختن، فارغ شدن. از رأی اعتمادی حرف میزنم، نویسنده‌ای که با قصه هاش خیلی از جوانهای فارسی زبان در ایران و افغانستان رو کتاب خان کرد. عالی جناب عشق رو ببینید. سلام، حسن سرخجو هستم. خوش اومدید به سینمای کوچک آپارات. رأی اعتمادی در بین چند نسل از داستانخوان‌های فارسی زبان نام خیلی آشنایی هست. نویسنده‌ای که از زمان انقلاب تا 17 سال بعدش ممنوع القلم شد و به محاق فراموشی رفت، ولی خواننده‌های رمان‌های پرشور عاشقانه‌اش رو فراموش نکردند. نسل قدیم‌ترها و جوان‌های خیلی قدیمی هنوزم خوب به یاد دارن که او روزگاری با پاورقی‌هاش هفته یه بار شهر رو به هم می‌ریخت. رأی اعتمادی متولد سال 1312 و ازش تا کنون حدود 30 جلد کتاب یا بیشتر از اون چاپ شده که 18 تایش قبل از انقلاب بوده و بیش از 10 تا از این کارا هم از سال 77 به بعد منتشر شده. بعضی از این کتاب‌ها با تیراژهای بالا به چاپ 15 هم رسیده. خوانده آثارش بیشتر نوجوان‌ها و جوان‌ها هستند. ولی جناب عشق فیلمی است درباره او. این فیلم رو رحمان حقیقی ساخته. آقای حقیقی متولد سال 1349 در شیراز در انجمن سینمای جوانان فیلمسازی خونده و به عنوان مستندساز و دستیار کارگردان در سینمای ایران فعالیت می‌کرده. چند سالی هم است که به اروپا مهاجرت کرده و از راه دور این هفته میهمان برنامه ما هست. همینطور برای صحبت در مورد رأی اعتمادی و آثارش از مسعود بهنود نویسنده و روزنامه‌نگار و ناصر زراعتی نویسنده مدرس و منتقد فیلم دعوت کردیم که این هفته میهمان ما باشن تا بیشتر درباره ارزش و اهمیت رأی اعتمادی و آثارش صحبت کنیم. خیلی خوش اومدید هر دوی شما و هم تو شما به حقیقی به برنامه این هفته ما. خب به اتفاق فیلم رو ببینیم و بعد دربارش صحبت می‌کنیم. ببینید فیلم رو. اسم من رجب علی اعتمادی، نام شناسنامه‌ای من، نام دوم من مهدی است. چند سالی اصلا آوردن اسمش حتی نوعی گناه بود. فروش کتاباشون نشون میده که کتابا زمین نمیمونه خوشبختانه. آدم‌هایی مثل رأی اعتمادی با فراگیر کردن رسانه و کتاب خواننده تربیت کردن. کارهای تازه‌ای در زمینه روزنامه نویسی کردم، از جمله روزنامه نویسی تحقیقی. من تنها نویسنده ممنوع القلم ایران بودم، چون بقیه بعضی کاراشون چاپ میشد، بعضی کارا اجازه نداشت، اما مال من مطلقا واژه رأی اعتمادی در حقیقت توقیف شده بود. مستندی درباره رأی اعتمادی نویسنده پرطرفدار داستان‌های عامه‌پسند، مستندی روایی که در اون فیلمساز سعی کرده معرفی شخصیتش رو در کنار یه روایت شخصی پیش ببره. مهدی اعتمادی، ما ایشون مهدی صدا می‌کنیم، یه چهره خیلی مهم بود، نه در قصه نویسی، در روزنامه نگاری، به دلیل اینکه برای کسایی مجله می‌داد که خودش هم از اونا بود. در پس ذهن من در طول ساخت این فیلم و قبلش این بود که ایشون به اندازه کافی مورد هجوم انتقادها قرار گرفتن از هر نوعش. اگر فکر میکردن که با ممنوع القلم کردن رأی اعتمادی تموم میشه این نوع داستانها، اشتباه میکردن. ولی جناب عشق رو دیدیم، مستندی درباره رأی اعتمادی نویسنده پرطرفدار داستان‌های عامه‌پسند، مستندی روایی که در اون فیلمساز سعی کرده معرفی شخصیتش رو
در کنار یه روایت شخصی پیش ببره. رحمان حقیقی فیلمساز این فیلم از راه دور با ما هست و همینطور مسعود بهنود نویسنده و روزنامه‌نگار و ناصر زراعتی نویسنده مدرس و منتقد فیلم از گوتنبرگ سوئد. خوش آمد میگم به هر سه شما مجددا. گفتگو رو با شما شروع کنیم آقای حقیقی. چیزی که برای من جالب بود توی فیلم شما این بود که شما در حقیقت تمرکز نداشتید تنها بر روی رأی‌اعتمادی، بلکه روایت دیدار خودتون رو با ایشون تبدیل به فیلم کردید. چرا همچین ساختاری رو برای فیلمتون در نظر گرفتید؟ در رابطه با ساختار فیلم باید عرض کنم خدمتتون که خب من چند تا ذهنیت دارم راجع به کارهای مستندی که خودم کار میکنم. همیشه دوست دارم که توی فیلمایی که واقعا مستند هستن خودم و دوربینم توی دل کار به کشف برسیم. معمولا یک موتیفی رو که به دست میارم و باهاش ارتباط برقرار میکنم و سعی میکنم همون موتیف رو دنبال کنم و با همون ساختار فیلمم رو کار کنم. ارتباط بین جناب رأی‌اعتمادی و خرقانی هم به همین صورت اتفاق افتاد. وقتی که من برای اولین بار با ایشون صحبت کردم، ایشون به من گفتن که یک سفری دارن به خرقان و بعد از اون قرار فیلم برداریمون رو خواهیم گذاشت. من تلاش کردم که، یعنی از ایشون خواهش کردم که ما هم توی این سفر ایشون همراهی کنیم، چون واقعا نمیدونستم به چه دلیلی ایشون دارن میرن، ببینیم که چه اتفاق میفته و همون ماجرا رو ما به تصویر کشیدیم. این آمدن من توی در واقع فیلم به این شکل میتونم بگم یه اتفاق بوده که خود به خود تبدیل شده به یک ساختار، اونم دلیلش همین بوده. خب آقای زراعتی با شما ادامه بدیم بحث رو. فیلم برای شما چگونه مستندی بود؟ فیلم خب یک مستند پورتره است، چیزی که شکل‌های مختلف استفاده می‌کنه. مصاحبه با اشخاص و روایت به صورت نریشنی که در واقع خودش صحبت می‌کنه میگه، یک هماهنگی وجود داره بین این نوع نگاه و نوع روایت فیلمساز با نویسنده‌ای که انتخاب کرده، با رأی‌اعتمادی که میخواد اون رو معرفی کنه. یعنی همون رومانتیسیزمی که در آثار رأی‌اعتمادی هست، همون احساساتیگری اگر بشه بهش گفت، و اون در نوع نگاه و روایت فیلمساز هم هست و میخواد فیلمساز که در واقع دو تا شخصیت رو، یکی ابوالحسن خرقانی یا عارف معروفی مال هزار سال پیش به یک نویسنده مال امروز رأی‌اعتمادی، اینها رو به هم وصل کنه از طریق یکی به دیگری رسیدن یا از طریق خب تا اینجا هستیم و موضوع هم شما طرح کردید. بذارید از خود فیلمساز بپرسیم. آقای حقیقی شما چرا این همه تلاش داشتید که شیخ خرقانی رو وصل کنید به رأی‌اعتمادی و تمرکزتون رو روی خود رأی‌اعتمادی نذاشته بودید؟ بله، ببینید آقای اعتمادی به استناد نوشته هاشون و قضاوتی که شدن سال هاست که به عنوان یک نفر که انتشار دهنده عشقای زمینی هست، به زعم داستانهایی که نوشتن، به زعم قصه هایی که دارن، در واقع این برچسب بهشون زده شده و انگار که تعبیرشون از عشق چیزی جز روابط جنسی از نوع خیلی چیپ و زمینیش نیست. ولی خب وقتی ما وارد زندگی ایشون شدیم، در واقع این ارتباط رو من دوست داشتم نشون بدم. میتونم بگم که این تلاش نکردم اتصال بدم، تلاش کردم که این ارتباط رو نشون بدم. این یه شکل ارتباطی است که ایشون با یک در واقع میشه گفت مرادی دارن و رابطه مریدی و مرادی هست که من دوست داشتم اینو به تصویر بکشم. در واقع من میخواستم اینو نشون بدم که خیلی نمیشه راحت آدم ها رو قضاوت کرد،
از روی حتی نوشته هاشون، بلکه یک سبک نوشتاریشون هست. اما این شکل عشق رو ایشون هم تجربه کردن، هم و هم به شکل عملی در زندگی خودشون به کار گرفتن و این ارتباطه برای من قشنگ بوده. در واقع اتصالی من نخواستم برقرار کنم. خب آقای بهنود، بحثو با شما ادامه بدیم. آیا این فیلم چیزی که دیدید برای شما اطلاعات تازه‌ای درباره این شخصیت داشت؟ مهدی اعتمادی، ما ایشون مهدی صدا میکنیم، یه چهره خیلی مهم بود، نه در قصه نویسی، در روزنامه نگاری، به خاطر اینکه وقتی که دعوا و رقابت این دو تا مؤسسه بزرگ یعنی اطلاعاتیان رسید به جایی که هر کدومشون برای یه مجله بسازن و تیراژ بگیرند و اینا، جوانان رو بردن. جوانان تجربه خوبی برای مؤسسه اطلاعات نبود، حالا به هزار دلیل، تا مهدی انتخاب شد به عنوان سردبیر و اصلا یک مرتبه فضا کاملا عوض شد و به نظرم میرسه جای گفتگوی خیلی مفصلی داره که کاری که اینا در روزنامه مجله جوانان کردن چه اثری داشت در یه زمانی تا قبل از اینکه زن روز متولد بشه، پرتیراش در این مجله شهر شد و بیشتر هم کارش رو دوش خود مهدی بود، به دلیل اینکه برای کسایی مجله میداد که خودش هم از اونا بود. به عنوان روزنامه نگار من ایشون رو شناختم و بعدم که خب دوست نزدیکم بود. خب برگردیم به شما آقای زراعتی. پاورقی نویسی همونطور که آقای بهنودم گفتن یکی از در واقع نقاط آغازین و شروع کار آقای اعتمادی بود و یهو خیلی مورد توجه قرار گرفت. پیشینه این ماجرا از کجاها هست؟ چقدر توی ایران از که پا گرفت و چه جوری پا گرفت؟ خب پاورقی نویسی انواع و اقسام مختلف داشت، یعنی مثلا پاورقی های تاریخی داشتیم ما که یکی از معروفترینشون ده نفر قزلباش بود که سالها در بیاد، یا میمندی نژاد که راجب نادرشاه می نوشت که فکر میکنم بیش از 10 سال ادامه داشت. بعد پاورقی های پلیسی بود و یک سری هم پاورقی های در واقع چیزی که کار و تخصص مثلا رعتمادی هست، پاورقی های عاشقانه میشه گفت، رومانتیک سانتیمانتالی، که سابقش برمیگرده به میشه تا اونجایی که گفت مثلا حسین قلی مستعان یکی از مشهورترینشون بود. من اشاره میکنم یک جزوه هایی در میومد در سالهای دهه 20، یعنی سال مثلا 1119 مشخصا یکی از اینا هست که هدایت هم نقدی بر اون می‌نویسه، نقد طنزآمیزی می‌نویسه. این جزوه ها اون زمان که جمعیت ایران شاید کمتر از 15 میلیون بود، جمعیت تهران به 1 میلیون شاید نمی‌رسید، هر ماه یک دونه داستان حسین قلی مستعان می‌نوشت، داستان همین عاشقانه، داستانی که مورد توجه جوانان و نوجوانان و دختران و پسران مثلا محصر بیشتر بود و عشق‌های رمانتیک، اندوه، غم، از اینجور ناکامی. و این تیراژ 30,000 اون زمان اینا رو داشت، یعنی اصلا شگفت انگیز این ماجرا. و بعد که خب مجله ها در میاد، به خصوص تو دهه 20 و اینا، این پاورقی نویسی راه میفته. خیلی فشرده خوبی گفت آقای زراعتی. دو تا چیز فقط شاید که حالا به دلیل اینکه خواست مفصل تر نشه جا افتاد. یکی پاورقی مذهبی بود، یادتون باشه که در همون زمان ها هم عایشه یک پرفروشترین بوده در زمان خودش و بسیاری از اینها به دلیل اینکه پایه مذهبی داشته، سرگذشت محمد اینا هست، اینو به خاطر داشته باشید. یکی از بزرگترین آدمایی هم که احیانا تو گفتگوی من ایشون ممکنه که جا بمونه اسمش، ذبیح الله منصوری است که تاثیر بی‌نظیری داشت و بعد از انقلاب دیدین که اصلا کتاباش رکورد شکن شد، در حالی که اینا همه پاورقی بود. دومین ژانری که ازش صحبت نکردیم ژانر سیاسی بود. بعد از رفتن رضا شاه یک کینه‌ای وجود داشت در بین روشنفکرها و این کینه رو آقای خواجه نوری به خوبی جواب داد. یک پاورقیایی در می آورد به اسم بازیگران عصر طلایی که بعد همونطور که توضیح دادن به صورت جزوه های منتشر میشد و به اندازه نوشته های حسین قلی مستعان خواننده داشت و اصلا مردم آبونه بودن، با دوچرخه می‌بردن دم در. من
که یه ذره دیرتر وارد صحنه شده بودم، شاهد بودم که نسل بزرگتر از ماها منتظر میموندن پنجشنبه عصرا که اینا بهشون برسه، که بسیار از چیزا اونجا پرده برداری شد. همه جای دنیا هست، اینجا هم هست، کتابای جیبی که میخونن و خیلی هم استقبال میشه ازش. و ولی اشکال کار به نظر من جایی پیدا میشه که این دوستانی که هم این کارا رو تولید میکنن مینویسن و هم کسانی که تاییدگر اونها هستن، از دوستانشون هستن، که ما در این فیلم تقریبا همه رو، از چه اون خانم بازیگر، چه فیلمساز و نویسنده و روزنامه نگار و حتی یه نویسنده تشویق شده میبینیم که تایید میکنن، اینه که اون وقت از حد معمولش بیشتر توقع دارن یا بیشتر اون رو میبینن. این که مثلا نویسنده بگه که کار من جاودانه است و کار بعدیم جاودانه تر خواهد بود، یا اون دوستان دیگه اینطور کنن که این کتاب ها هست که شروع میکنه میرسه مثلا به جویس و مارکز و فاکنر و اینها، این یه خورده به نظر من میرسه بی‌انصافیه، به خصوص که حالا از این سو هم برای اینکه قدر و اهمیت بیشتری به این نوکارها بدن شروع میکنن تحقیر و طرد به اصطلاح روشنفکران یا نویسندگان دیگر. اینجاست که اشکال داره به نظر من. اتفاقاً این اونجا یه حساس و در واقع بحث برانگیز ماجرا هست. برگردیم از آقای حقیقی این سوالو بپرسیم که تو این فیلمتون همونجور که صحبت شد اینجا خیلی لحن جانبدارانه و یک سونگرانه ای در حقیقت داشتید نسبت به نویسنده و در مسند قضاوت قرار گرفته بودید و تصمیمتون رو گرفته بودید، اجازه تصمیم گیری رو به فیلم ساز، به مخاطب نمیدید که خودش قضاوت کنه. چرا چون این جایگاهی رو به عنوان یک فیلم ساز برای خودتون متصور شدید در ساختن این پورتره؟ یه خورده این سوالتون سخت شد پاسخ بهش، چون من خودم فکر نمی‌کردم که به عنوان فیلمساز من مثلا ایشون رو قضاوت کرده باشم یا اتفاقا سراغ کسایی رفته باشم که با ایشون موافق هستن. اما در پس ذهن من در طول ساخت این فیلم قبلش این بود که ایشون به اندازه کافی مورد هجوم انتقادها قرار گرفتن، از هر نوعش، از هم از طرف سازمان‌های مختلف که مربوط میشه به انتشار کتاب و داستان اینجور چیزا، هم از طرف بعضی از نویسنده‌ها که به هر حال به ایشون مارک‌های خاصی زدن. ناخودآگاه به این سمت کشیده شدم که محاسن ایشون رو من به تصویر بکشم، بیام تأثیرگذاری‌هاشون رو به تصویر بکشم، توضیحاتی رو در این رابطه بدم که ایشون خب تونستن قشر زیادی رو کتابخوان کنن، تونستن با مطالعه آشتی بدن مردم رو. من تلاشم این بوده. آن چیزی که من به عنوان نریشن روی فیلم گفتم صرفا تعبیر خود من بوده و نه قضاوت. خب آقای بهنود مجددن با شما بحث رو ادامه بدیم. صحبت از این شد که خب پاورقی نویسی ها یا داستان های رمانتیک عاشقانه در واقع در یک جا قرار می گیرند و حالا بحث نگاه روشن فکری بهش در سمت مقابلش، آیا واقعا پاورقی نویسی یا داستان عاشقانه این سطحی نویسی عام پسند نویسی جرمه؟ ببینید جرم تاریخیه، به خاطر اینکه تمام این کشورهایی هم که توش مثلا روشنفکری هنوز نقش اول بازی میکنه همه از اینجا رد شدند. یعنی پاورقی نویسی رو اولین باری که کشید مثلا تو دنیا به بند کشید نیچه بود. پاورقی نویسان گاه گاه ملخ هایی میزنن، ترجمه معروف دکتر کوشیار. مقصدم این که یه دوره ایست که گذرد، دوره رومانتیزم، این جواب دوره رومانتیزم بود، مطبوعات به دوره رومانتیزم این جواب دادن و بعد یواش یواش دنیا فاصله گرفت، ادبیات جهان فاصله گرفت، ایران هم با یه فاصله حالا کوتاه یا بلند پشت اون مسیر حرکت میکرد به طور طبیعی. و حالا چرا بعضی از روشنفکرها با این آثار عامه پسند و آثار کسانی مثل مثلا حسین علی مستعان یا ره اعتمادی زاویه داشتن، فاصله داشتن؟ والا اکثریت بر اساس تقلید. چرا میگم بر اساس تقلید؟ به خاطر اینکه آدم‌هایی
که شاید بشه بنای روشنفکری رو بهشون داد، الگوهای روشنفکری، مثل گلشیری، مثل فرض کنید که قاسم هاشمی نژاد و چند نفر دیگه. اینها در سالهای اخیر شروع کردن به کشف پاورقی ها. مردم و طرفداران موسیقی سنتی در سالهای اخیر شروع کردن ترانه ها رو، تو ترانه ها هم همین جستجو رو کردن. ترانه های عامه پسند، ترانه های عامه پسند الان برگشته دوباره. یعنی شما الان از اغلای قوم و روشنفکر ها میخونید که من شب هایده گوش میکنم ها. واقعا این بود، یعنی اینو رومانتیزم رو روشنفکر جدیدی که یه ذرم چپ میزد و عدالت خواه بود تحمل نداشت و اینم طبیعی بود. یعنی هم این طبیعی بود هم اون طبیعی بود. ما افتادیم وسط این چارچوب و به سرعت هممون، از جمله آقای زراعتی و من که بزرگترم، هممون در یه فاصله به نفع روشنفکری از تو صفحه زدیم بیرون. ولی در این حال خود توی این فیلم اسماعیل جمشیدی که خودش هم به هر روزنامه نگاره و یک نویسنده در روزگار خودش بسیار قدری بوده، میگه که رئی‌اعتمادی با همین کارهاش یا نویسنده مشابه نسلی رو کتاب خون کردن. یعنی از این هم نمیشه گذشت، از تأثیر اینها بر کتاب خون کردن یک عده. درسته آقای زراعتی؟ شکی در این نیست. ولی مسئله اینه که جز بینید من یه صحنه ای از فیلم رو بگم. جایی هست که فیلمساز وارد مقبره خرقانی میشه و یک سنگ نوشته ای هست که برای اون بنا شروع میکنه خوندن. به یه جایی میرسی که یه تیک حلبی روشه، اونو میزنه کنار. معلوم میشه که بعد از انقلاب چون اسم شاه اونجا نوشته شده اینو رو این چسبوندن. یعنی میتونه این یه معنایی داشته باشه در مورد اینکه سانسور چجوری اعمال میشه و چه اثر منفی میذاره و چقدر بیفایده است. حالا آقای رئی‌اعتمادی رو بنابراین اومدن 17 سال ممنوع القلم کردن که بی خود این کارو کردن. اگر فکر میکردن که با ممنوع القلم کردن رئی‌اعتمادی تموم میشه این نوع داستانها، اشتباه میکردن. بخاطر اینکه ما دیدیم که بعدها انواع و اقسام نویسندگانی که حالا دیگه به صورت پاورقی نبود ولی رمانهای عاشقانه، رمانهای حتی به نوعی سکسی اسلامی میتونم بگم، یعنی اگر پرفروش هم به اصطلاح میشه هست. خب در نتیجه این سانسور اثر مثبت که نذاشته، ولی وقتی آزادی باشه اینها در میاد. اتفاقا اون نقدها هم نوشته میشه و اونجاست که رشد میکنه خواننده و اینا با هم میاد جلو. اون وقت از اون مرحله‌ای که اشاره کرد آقای بهنود ما میتونستیم بگذاریم، نه تنها نگذشتیم بلکه یه برگشت به عقب هم داشتیم. حالا از بدین یه لحظه من یه چیز بگم. به نظر من بهترین جای فیلم همین جایی بود که آقای زراعتی اشاره کرد. تکون خوردم واقعا. حالا از بحثمون خارج نشیم. ببینید وقتی که یک نوجوانی داریم، بچه‌ای داریم که تو خونه بند نمیشه، اهل کتاب خوندن نیست، کتاب درسی هم به زور میخونه، وقتی که همچین کتاب‌هایی وجود داره و پابندش میکنه به نشستن یه جایی و کتاب میخونه، میشینه چند ساعت از روز رو یا چند روز رو وقت میذاره، حتی یه رمان عاشقانه سطحی رو میخونه و به تدریج عادت کتاب خوندن رو پیدا میکنه، این کمک نمیکنه اینکه این بچه یک زاویه جدیدی پیدا کنه تو زندگی یا به یک سمت دیگه ای بره؟ یعنی در واقع مبنایی بشه برای کتاب خوان کردن جامعه؟ به نظر من کمک میکنه، ولی کسی رو تبرئه نمیکنه، یعنی کسی رو به اصطلاح تشویق نمیکنه. من به عنوان کسی که به مهدی جسارت نمیکنم، من به عنوان کسی که خودم بیشتر کتابام مخاطب یه همچین حرفیه، یعنی مثلا آقای رجب افشار از داستان تاریخی من موقعی که داشت دفاع میکرده، موقعی که همه حمله کردن همینو گفته، یعنی گفته فلانی خیلی ها رو که تاریخ نمیخوندن به تاریخ کشون. ولی این که نوشته منو تبرئه نمیکنه. فرضش اینجا مسئله خیلی مهمه. همه آدمای بشریت که با پاورقی خواننده نشدن که، و به هر حال هر نسلی باید این دوره ها رو طی کنه دیگه. بله، با اون که هستش. به حال این کردیت رو به پاورقی نویسان توی بحث خیلی مفصلی داره، اصلا نقششون. ببینید همین که حالا حرف اضافی است، ببین همینقدر که شما در هفته یک بار میرید، یعنی همون جایی که الان سریال ها نشسته بودن. اون موقع مدیوم نبود، مدیوم الکترونیک نبود، و بنابراین معتاد کردن آدم ها به این که این هفته قصه رو خوندن یک کششی درشون وجود داشته باشه که تا هفته دیگه صبر کنن. بیان این کار خیلی ساده ای نیستش که وقتی که درام نویسی خیلی قدرتمنده. بله قدرتمنده. بله.
ببینین این در واقع استدلال که خب بیان حداقل کتاب خون میکنه، این درست نقطه 180 درجه اون ور ادعاهایی مثل اینکه این آثار میتونست در سطح جهانی مطرح باشه، مقایسه با مثلا اینکه به جویس میرسه، مقایسه با همینگوی، این اونه. مطمئن میشه برای که اونها بعدها این چیزها رو بخونن. آره میتونه باشه، میتونه باشه، ولی جاهایی مثل مثلا انگلیس، سوئد و اینها انقدر تولید کتاب در یه جریان سالمی هست که برای بچه قبل از دبستان کتاب مناسب تولید میشه، برای نوجوان کتاب مناسب تولید میشه، ادبیات خودشون رو برمیدن به زبان ساده کتاب میکنن. در واقع نیازی نیست که مثلا حالا یه نوجوانی که تازه یه خورده به بلوغ رسیده با یه اینجور کارهایی که قلقلکش میده حالا علاقمند به کتاب بشه، واقعا هیچ جوری توجیه نمیکنه. به خصوص که این کتاب، این کارها واقعا حالا فرصت نیست. مثلا شما نگاه میکنید میبینید که نه نصر درستی داره، نه این نو نویسنده اصلا اعتقاد به این دارن که کارشون رو بدن ویرایش بشه، نه دیالوگای درستی داره، نه شخصیت پردازی درستی داره، در یک جای دیگه از واقعیت هم که هیچ چیزی درش نیست. در حال بر مبنای یک رگه های واقعی یا یک خط خبر واقعی هستن و در واقع خیال پروری نویسنده که اونها رو گسترش میده. و یه نیازی رو هم جواب میدن که در همه جای دنیا حتی عملان هم هست. حالا بگذاریم از این ماجرا و قضاوت رو هم بسپاریم به بینندگان برنامه و خوانندگان این آثار در این مورد. من خودم فقط یه دونه کتاب از آقای رئاعتمادی خوندم در اون دوران نوجوانی که از دختر همسایه‌مون به هم رسید و خوندمش، ولی کتاب دیگه متاسفانه نخوندم هیچ وقت ازش. حالا شما احیانا تو این سال دید فرق بین آثاری که قبل از انقلاب آقای اعتمادی نوشت و اون چیزایی که تو این بعد از انقلاب از سال 77 به بعد نوشته چی بوده؟ آیا تو توفیری کرده تو نوشتن ماهیتش؟ من بگم آقای بهنود ببینید فرقی نکرده، نمیتونست فرق کنه. چرا؟ به خاطر اینکه پرفروش ها و پربیننده های سینما هم در قبل از انقلاب همون کسایی بودن که الان دوباره برگشتن دیگه، تعجبی نداره. یه نیاز جامعه است که جوابش میدید. شما توی نوشته های این افراد، نوشته های آقای اعتمادی اینا همه که بگردیم، اتفاقا مشترکات فراوونه. در نوشته های اعتمادی مطلقا چیزای جسورانه که الان نشه گفت نبود. گاهی اوقات عشقا یه ذره پاشون رو لبه تیر میذاشتن، برای همین تو که آزارتی گفت الان جلوتر از او رفتن. تو تمام اینها یه بیس اخلاقی داشت، آفرین، بیس اخلاقی داشت، بنابراین نه خیلی احتیاج نداشت. اون کسایی که اول انقلاب اومدن میخواستن اعتمادی و فرض کنید که یک دو نفر از آدم های سینما رو مثل ایرج قادری اینا رو بکشند به جرم اینکه فرهنگ و چیز کردن، اونا رو بهشون بگین که خواب و خیال دیده بودن، چون به محض اینکه اونا حضورشون یه ذره کمرنگ شد، این مثل فنر از تو جامعه زد بیرون. و شما تفاوت بین نوشته قبل و بعد از انقلاب؟ بله، ببینید از اسامی کتاب ها میشه فهمید. مثلا کتاب روم داستان تویست داغم کن، ساکن محل غم، دختر خوشگل دانشکده من، از اینجور چیزای این شکلی حالا اومده شب ایرانی. و یه نوعی جالب این گرایش رئاعتمادی به عرفان و سراغ خراغانی رفتن، یعنی در واقع یه نوعی حالا از اون وضعیت به اینجا. وگرنه داستان رو که میخونی همونه، باز دوباره مثلا عشق عاشقی دختری هست، عشقایی که در واقع یه مقدار سوزناکه، عشقایی که ساده است. آره ساده است و با همچنان هم از واقعیت اون جامعه و اطرافش هیچ خبری تو این کارها نیست. یه صحنه خیلی میتونه بگیم که نمادین هست در فیلم، جایی که رئاعتمادی نشسته و یه خانومی که اومده سرگذشتش رو تعریف بکنه رو نوار میزنه و گوش میده، میخواد داستان رو بنویسه، آخر سر میاد میگه که کاغذ رو پاره میکنه، اونم خاموش میکنه، میگه نه من اینا رو که میدم میخوام حالا داستان رو خودم بنویسم. یعنی حتی در این حد از واقعیت رو هم این نویسنده بر نمیتابه، واقعیت رو در ذهن، یعنی واقعیت خودش رو می‌نویسه، داستان خودش رو می‌نویسه، همچنان که داستان خوبه. آره خوبه که میگه. ولی خیلی وقتا همین اتفاق هم میفته دیگه، نویسنده با ذهن خودش می‌نویسه و در واقع اون قدرتش اون ذهنت کیفیت و ذهنیت و رئاعتمادی هنوز هم که هنوزه به کارهاش پرطرفدار و در واقع خونده میشه و دیده میشه.
توی جامعه. خیلی ممنون و متشکرم از وقتی که دادید حضور در این برنامه و همینطور از شما آقای حقیقی برای وقتی که گذاشتید. مجاله بیشتر برای صحبت در این مورد نداریم. شما برامون بنویسید از طریق همین راههایی که اینجا داره زیر نویس میشه چقدر رئی‌اعتمادی و کتابهاش رو میشناسید، چه خاطره ای ازش دارید و چقدر خاطره دارید با کتاب ها و داستان هاش. با ما هفته آینده هم همراه باشید تا فرصتی دیگه به اتفاق میهمانان برنامه. بدرود و پاینده. خیلی ممنون.